عاشقا حرف دلمو بی صدا میشنون. چیانه مال خاطه آقا نادر جون قربونت برم، من از بچه های خدوم نیرو انتظامیم. یه پراید بخرم مثل همون پرایدی که داشتی، سوار شی بری پیش زن و بچه. بیا داشت بشین. چرا امزاد مبارک؟ کسی ما درد نکن آقا، خدا برکت. امزاد بچه جون، همه چی پول نمیشه، یه روش دیگه به کار ببر. برو بشین قشنگ زور بزن تو چشاش، بگو چی کار کردی. من روم نمیشه آقا نادر، من یه توضیحی رو به شما بده کارم. من همونم که چند وقت پیش ماشین تو دزدیدم. ماشین رو راه بنداز، ماشین بعدی برسه سریع تر. دست درد نکنه. اینا رو بچین اون. احسان یه غذا اونم بده. دست درد نکنه. داداش بفرما. نظری. خب تکمیل را بیفت دیگه. داداش برو تو مسجد قشنگ بشین، قاشق هم توش هست. بشه غذا تو بخور. برو داداش. اونا رو نچین دیگه، بشین پایین تر. آره، دست درد نکنه. راه بیا، خوب باشه، بره باشه، بعد این سری بپیسید. زبا، خانه پر شده؟ عیبی نداره، شما ببرید، خانه که بعدی باشه. آره، آجا این هم هستش؟ آره، شماره شده، همه دقیقا شماره. سلام عزیزم، بفرمید، خوش آمدید از این، بفرمید. تو بریم، یه دست کنم، باز کنم. آفرین، قربون شما جوانای باصفا، آفرین. که دامادتون رو ببینم بدم رقم باری کنم احسن ماشاءالله هری بعد چی شد این شد؟ رد تماس بده بله، حق با شما. خب راست میگی. حق با شما. شرمنده حق با شماست. حق با شماست. دوباره نوشتی برای زیارت رو. آفرین. بیا عزیز. موفق باشی.
آوجا سلام عزیزم، صبحت بخیر. باستین خوبی؟ ساعت خواب رو کرد قربونت برم. که نخوردی داخل بمونی، یه چایی با هم بخوریم بعد برو. آقا مخلصتا، سلام، زنده باشی. ما نفهمیدیم بالاخره اینجا مسجده، مدرسه است، رستورانه، چه خبر؟ اینجا محل خدمت به خلقه. سلام، چطور و چجوریش هم خیلی فرقی نمی کنه. اینقدر من لو و داغون بودم و اصلا نفهمیدم چجوری خوابم بود. دم شما گرم، پتو انداختی رو ما کلی حال دادی. اینقدر راحت و عمیق خوابیده بودی دلم نیمد بیدارت کنم. قربونت برم بابا، زنده باش. به هر حال ببخشید مزاحم شدیم. نه بابا اختیار داری. خیلی مخلصم. به لحظه میگم چی شده؟ او ساعت میگه ماشین آب روغن قاطی کرده، دو روز هم باید بخوابه، نمیدونم چیکار کنم. ببینم. ای بابا اینطوری که خیلی بد میشه. ببین برای فردا شب حتما والدت لازم داره. سلام سلام. ببین ببین به فروشه سر زنگ زدم دیگه ماشینش بار داره. آقا امیر بابا نداری؟ خیر پیش. برم حاج آقا فیضی بگم؟ نه بابا، حاج آقا فیضی میخواد چیکار کنه؟ نمیدونم باید چیکار کنه. آقا سید ببخشید حضوری نباشه، وانت برای فردا چه ساعتی میخواد؟ مثل دیشب دیگه، حدود 11. آره قربونه دارم، منم دارم میرم یه دوتا نون بگیرم، یه خورده این دستون دست کنی خودم برمیگرم. میدونی که دستم چقدر خوبه برای بنده. باشه عزیزم. پروانه جان، شادی خانم اومدن. پروانه جان سلام عزیزم، ببخشید یکم زود اومدم. سلام. آخ ببخشید شادی جان، شرمنده خوبی؟ اشکال نداره، من دیشب بد خوابیدم. نه عزیزم، من یه آب به دست و روم بزنم. باش منتظرم. صبح خوابیدم. ایول مکرتم، یا الله واس چی شدی؟ سنگ از آسمون پریده؟ من اومدم ازت خواهش کنم اگه امکان داره یه بزرگواری بکنی، یه زنگ بزنی ببینی این مرد حالش خوبه یا نه. برو بچه، من بسم دیگه، نه حسابشو دارم نه حوصله‌شو. مرد مادر مرده 20 دفعه به اوش اومد، چشش که افتاد به ما قش کرد. مهربان جون همین یه بار رو عرض کردم دیگه، تمنا میکنم هوای ما رو داشته باشد دقل دنالوتی. همیشه نمیزنم تو گوشت، یعنی دارم تعصب تو میکشم دیگه. دم شما گرم. ارواح خاک آقا بزرگ، جان من، فقط همین یه بار، بار آخر قول میدم دیگه هیچ کاری نداشته باشم، فقط یه زنگ بزن ببینی مرده حالش خوبه یا نه، من خاطرم جمع شه. لا 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 بله گوشی لحظه مادر جان. جان جان قربونت برم، بیا برو بگی بخواب، هیچ کی اونو نمیدازده. باش میمیری خوب اینطوری. ببین بچه ها چه آروم خوابیدن، کناشون درست بکشه خوابت میبره. باش برو بیا. باش باش
مامان جان اصلا قشنگ برگشته به وضعیت چند ماه قبلش. هم تو شب تو صبح داره پشت پنجره کشک میده که یه وقت ماشین مدرسه دل با مسته دیگه. نادش چی میخواد؟ یه چوبی چماقی یه باش کنار دستم باش. چماق کجا مامان؟ چماق برات میارم. میاری؟ آره میارم برای شما. باش فقط زود بیار. زود میارم. برو بیستنی تو سرش برو چماق برات میارم. مهربون جون اگه داداشم بفهمه با این حال و اوضاعش از بیمارستان اومده پدر منو در میاره. ثریا جان اگه کاری باری داشتی منم مثل مادرت. خدا کنه داداشم نباشه. چی شده؟ اگه داداش ثریا باشه افتضاح میشه. بابا من اصلا نمیفهمم به این مردی که چرا ربطی داره انقدر به زندگی این زن و شوهر دخالت میکنه. خب بزرگترشه. هرچند تو چه میفهمی بزرگتری کوچکتری چیه؟ مهربان بیا داداش. داداشته چی نکن بیا برو چیکار کنم؟ یه جایی برو خواهیم شو. ببین من یه چی جا نمیرم. بی خودی جا نمیرم. یه چی من از کنار این بچه هم اون ماشین نادر من نمیرم. نادر جان گوش کن یه دقیقه برای خواهر گوش کن. ببین اگه الان بخوای پیش بچه هات باشه دیگه هیچ وقت نمیتونی ببینی. خب چیکار کنم؟ برو خواهیم سخابری بس داری میاد. خیلی خوب نادر برو پشت اون مبلا بودو خیلی خوب خیلی خوب دوباره ببین راه نرو بودو راه نرو شکاشه برو سر تو بذار پایین آخی سلام داداش. سلام چطوری؟ این وقت صبح اینجا چی کار میکنی؟ چه زحمتی؟ یه مقدار خرید کردم برای بچه ها. دست درد نکنه داداش. سلامت باشی. خیلی زحمت کشیدی این وقت صبح داداش. چه خبره؟ چی شده؟ پاشو وسایلتو جمع کن بچه ها رو بیدار کن چند روزی باید بریم خونه ما. نه داداش نه من چیز سفارش های مردم اینجا ریخته نمیتونم که. تو فکر کردی با 4 تا کوک زدن عروسک میتونی هزینه های زندگی تو در بیاری؟ آره صابخونه تو هفته گذشته 100 بار به من زنگ زده کچلم کرد. بمیرم مزاحم شما شده داداش. اصلا اشکال نداره من خودم جواب صابخونه رو میدم. تو باید جوابشو بدی یا اون مردی که بی غیرت به درد نخور. بابا چرا متوجه نمیشی؟ نه داداش بی غیرت نیست مریضه. چه فرقی میکنه؟ چرا فرق میکنه؟ مهم اینه که سر خون زندگیش نیست. مهم اینه که همین مریضیشو بهانه کرده دستش روی تو بلند شده. نه داداش آخه شما هی داری اینو تکرار میکنی. داداش کی دستش رو من بلند شد؟ اون دفعه هم که کتکم زد برای اینکه فکر کرده بود من دزد ماشینم. مگه نه خود شما شاهد من نبودی مثلا ابر بهار نشست گریه کرد؟ ها؟ غلط کرد؟ تو متوجه نمیشی اگه دست و بالتو شکسته بود کی باید جواب میداد؟ دست و بالم میگه هرکی ماشینشو میدزدن میزنه به سیم آخر. نه نه بابا انقدر توجیش نکن این کارا درست نیست. پاشو وسایلو جمع کن بری. آخه ببین داداش بالاخره بابای بچه‌هامه. بعدم ببین نادر از اولش همچین یه کمی از اول این کارا چیه؟ چرا حرفتو میخوری؟ نه نمیخورم داداش. از ببین میخوام بچه ها حرفامو نشنون رو جای باباشون آیندهشون خراب میشه. از نادر خبر داری؟ نه چه خبر دارم نادر رو کجا دیدم؟ نرفتی ملاقاتی؟ نه چه خبر نمای که ممنون ملاقاتیم. پاشو وسایلتو جمع کن بچه ها رو هم بیدار کن باید بریم خونه. باید برم میدون بار جدید برام رسیده. برمیگردم تکلیف خودت رو خونه رو معلوم میکنم. چشم. وقت حساب کتاب پولی یه آرشگر رو کامل میخواد. الان نیست کمک کنه. ای شهرام تو اینجایی؟ بابا چرا بوق گرفتی دستت همه بیدار شدن؟ خودت هم داری داد میزنی. شهرام تو اینجایی؟ کجا باید باشم پس؟ خیلی پر روی تو. دیدت. نه برای چی؟ شهرام دیشب تا صبح به جنگ بخوابه ها همینجور راه رفته فوش داده به تو. یه وقت دمپرش نری یا نه بابا کارش ندارم که. بیا بابا بیا. تو چون نرفتی سر کار دکتر بعد از این؟ بابا به خاطر اینکه خواب موندم مگه میشه تو این خونه گرفت خوابید؟ استاد تا صبح دم اتاق من میرفت میومد یه چیزایی میگفت به تو خوش میداد. حالا که اوضاعمون خوبه بذاریم پای پلیس و ژاندارم تو این خونه وا بشه وقت ببینم کی میتونه راحت تو این خونه بخوابه. مهربان جون مگه چی شده؟ گاوا
خوابمون زایید. شوهرش داره ایارو دارم میبرم بستریش کنم. تازه داداششم سر زده اومده خونشون. شر نشه یه وقت این بچه بیچاره من که شانس نداره، دردش یکی دوتا نیست آخه. من که دلم برای این نادر کبابه. بفرمایید شادی خانم. مرسی پروانه جون، مثل همیشه پر عالی. دست درد نکنم ممنون. مبارک باشم. خدا شهرام پری بمیرم الهی برات، خدا کمکت کنه. من میرم سایه سرم برسم. چه خبره؟ جلسه برای چیه دوباره؟ مشکل نادره. کدوم مشکل نادر؟ میترسه از خونه بره بیرون دیگه. آها، بهش میگن اختلال استراب اجتماعی یا جمع هراسی. من که نمیفهمم سردن. خب معلومه نمیفهمیم، یه خانم دکتر داره توضیح میده، ما نمیفهمیم. لای قربونت برم. نه من فقط دوترم تو دانشگاه روانشناسی گذروندم، چیز خاصی نبود. بعد استادم همیشه میگفت بهترین راه حل برای این مشکل درمان مواجهه. خدافظ. آه، یعنی چی؟ یعنی باید با ترساش مواجهش کنی تا براش حل بشه. یعنی من مثلا الان هیچی نمیترسم، من با چی باید مواجه کنی؟ خب ترسی نداری دیگه، مواجه هم نمیشی با چیزی. خدافظ. یعنی چی؟ بابا این نایلونو با کن، آکبند نمونه. نایلون چی؟ بیا بیرون کارت دارم که نزدم بهتر کنم ات. شلوار توه؟ بیا اینجا بذار اینجا وایسا. این همه خواب بود یادت نبود؟ چی شد؟ یه سیرم رو پا چرا دم پایه رو سراخ میکنم؟ ما باز زیرش رد چه دیگه؟ آقا نادر وضعیتش بحرانیه، میگن مریض رو باید در موقعیت مشابه قرار بدیم تا در اثر شوک حاصل از این ماجرا. نه نشستی همه اینا رو حفظ کردی. نه داداش بذار حرفمو بزنم. آقا میگی در موقعیت مشابه قرارش بدیم که یک اتفاق دیگه بیفته، من میگم نه، سکته میکنه میفته میمیره. بابا چرا مثل مهربان نفوس بد میزنی همش؟ آقا چه نفوذی بری دارم میام؟ آقا نمیشه دیگه بذارم. حالا چیکار باید کرد؟ چیکار باید کرد عزیزم؟ نمیشه، باید تحت نظر پزشک باشه، مسئولیت داره. من هیچ مسئولیتی نمیپذیرم. آقا بذار من برم. وایسا آقا وایسا، یه زنگ بزنین همه دکتر آشنا داره، یه مشاوره بگی من برم سویشو از قربان بگیرم. آقا سویش به تو نمیده. چرا؟ چون دیشب سویش از من گرفته، خیلی هم دست ما شکاره. ولش کن آقا جان. عجب آدم مریضی، غلط کرد. این همه خواب بود یادت دوباره چی شد؟ یه چیزی دوباره رفت. برو بابا. قربو شهرام جون، احترامت به سرمون، ولی با این لباس انقدر تردد نکنی، مهندسه ببینه آبرونو میبره و هممونو بیرون میکنه. داداش چشم یه خورده ما رو تحویل بدید. جونم چی میخوای؟ ماشین میخوای؟ موتور میخوای؟ ندارم، لازم دارم. من ماشین موتور خواستم؟ چی میخوای؟ داداش امر خیره. امر خیره؟ اول بریم خواستگاری؟ نه حالا اونم بعدا میریم انشالله، قضیه یه چیز دیگه است. داداش با این دکتر صحبت کردم، یه نسخه پیچید اصلا توپ، همه چی حل میشه. قربان انسان نجیبیست. قربان نمیدونی الان میخواد چیکار کنه. قربان میخواد سویچو سر بده این ور، ما بریم به کارامون برسیم، برگشتنی سر راه ناهار بخریم. ناهار هم همه مهمون من منو باز بسرون. ما نمیفهمم، ما سر پیازو تا
تای پیازون به موچی که مارو کشی این عرق خواب بیرون خواب نمیفهمه دیگه این نمیفهمه نه نمیخواد بفهمه نه دیگه یعنی. دارش اگه میفهمید که الان اینجا نبود که میگم منو فری رو میشناسه نمیفهمی؟ الان فهمیدی؟ خب زنش هم ما رو میشناسه خواب زنش نیست به مهربان جون گفته مجبور شده بره خونه داداشش داداش اگه بلند شیر رفتیم اونجا بعد خود نادر نیومد دم در اون وقت چه غلطی بکنه دیگه این هنر این عزیز دلمونه که ببینم چه گلی میخواد به سرمون بزنه دیگه هنرمند شما برای نداشتین میخواستین چی کار کنیم دیگه حالا فعلا که داریم دیگه را بیا بابا حداقل یه چیزی میدادید بخورم بعد ازم بیگاری میکشین چی دوست داری؟ صبونه این چیزی به ما بدن خواهد باشه داداش بذار بریم کار رو انجام بدیم برمیگردیم جایزه میبرم تون کلب خیلی گشته مونه شده نداری اینجا ماسکو بکش پایین بده بالا بده بالا بکرم دایی اتفاقی افتاده نه داداش هیچی نشده بکش پایین بابا ول کننده ده فیلم هم اینجوری نمیاندازه که شما هم دارید میرید دو تا هیکل گنده رو اون یارو که میگی فلشته نمیدونم زپرتیه ببینه خوب یارو سیماش قاطی میره ریست میره از ترس حرف حق داره میگه ها داده این فقط حرف حق میزنه من نمیزنم تو اینجوری گفتی؟ آقا بگی من همین حرفو نزدم. تو این مدلی من همین نگفتم به. نه خیر این مدلی نگو. الان بحث چی داری می‌کنی؟ چی بهت گفتم؟ برو وایسا اونجا. فقط تو گوش میدی. کاپوتو بزن بالا، کوچه رو ببن مثلا انگار ماشین خراب شده، حواست باشه کسی این بره. نمیرم. نمیری؟ مگه دست خودته؟ خدا. اصلا بمون با همین، با همین برو. بخوای کجا رو بگیری؟ شما اونجا؟ بمون، حرف نزن بابا علکی. سری، شما اونجا؟ بفهم من خودم با شما میام بابا، هر کسی کار نکنه شما. بیشتر از کوپونت حرف نزن. شو نه بس با هر کسی کار کنید دست به جنبون بابا حالا مطمئنی زنی چیه؟ آره بابا به مهربان جون گفته داداشم اومده ما رو برداشته رفتیم خونهش متعالی بکشش بله؟ پایین بگو بیا پایین با ادبیات مشکل دارم بگو فقط بیا پایین آقا یک توک با تشریف بیار پایین شما کی هستی از اکثر ادارجات مزاحمتون میریم برای چک آب و برق و گاز و تلفن و اینا پایین بیا پایین اگه اشتباه گرفتی زنگ پایین رو بزن ببخش ما کارشناس طبقه دو به بعد هستیم شما قد کرد بگو بزن دوباره بگو بیا پایین بابا من که بادکنه که بیارمش پایین هی بیاد پایین بیاد پایین بفرمایید چیکار داشتی من با شما کاری داشتم مگه نمیگید مامورین ما منم مامور در کارت شناساییتون نه دید جواب نمیدید رفت مامور رفت پس شما اینجا چیکار میکنید من یک مامور یک راهگذری بودم یک نفر دیدم مشکوک وایساده بودم اون ماشینه گفتم شاید ماشین شما باشه بله اون ماشین منه ماشین شما آره. دارن دوز میزنم از که دوز دوز داره میزنه من چیکار کنم من چیکار بکنم آره. برای چی خواب بیا بگیر نه ای دوز دوا بیرفندیه مگه روانی بابا داشت استخون پامو خورد میکرد حقته دادا حقته وقتی برش میداری میاریش اونجا به من یکی بلنشه بره دم ماشین حقته این اتفاق هم حقته اصلا نفهم داشت منو به کشتن میداد آره دیگه شاخش میکنی واسه ما بیا جواب تلفن ما رو نمیده جواب نمیده نه الان میاد درستش میکنه ماشان ول نمیده شما اینجا با خاطراتتون زندگی میرین آره بله میگم تنها زندگی میرین آره تنها که نه من خانومم و بچه هم یه چند روزی رفتن خونه داداششون چطور مگه؟ نه هیچی دیدم جا تر بچه نی یعنی که کسی نی به خاطرم گفتم آی ماشالله نه بابا چیزی نیست که چشمی بد نه با
آینا دروغ نمیگن. نیشه جانتون بفرمشن. ماشالله ماشالله. نه ماشالله واقعا واقعا ماشالله به شما. خدا خیرتون بده. یعنی اصلا خدا یک در دنیا صد در آخرت. اصلا خدا بچه هاتو برات نگه داره. هنوز زنیشو نداده که بچهش بده که. ایشالله اونم من که کاری نکیدم که. نه تو کاری نکردی؟ تو؟ آقا تو کار کارستون کردی؟ یعنی اصلا اگه تو نبودی من امکان نداشت تنها یا پس این دوزه بر بیام. نه ماشالله شما خاطرم خوب بزن بوادری هستین. اصلا میگه فلفل نبین چه ریزه. شما ریزه این ولی اصلا خیلی انگار صد بار از شما ماشین دوزیه بویم قبل بشم. من به شما گفتم ماشینم رو دوزیدم؟ شما به من گفتم ماشین رو تو. شما از کجا فهمیدین که از من دزدی شده؟ نه یعنی خیلی از من معلومه که دزدی کردن؟ نه من از نوع چوب پرت کیدنتون فهمیدم. چوبش ما ماشینی پرتاب کیدیم. آره ولی ای کاش که من اون موقع هم یه چوبی میتونستم یه مشتی بزنم این دزد. حیف شد. البته اینو فراموش نکنیم که همه جا دارن میگن همش آقا الان دزد که به تا مزنه هر چی دارن همه جا بهشون بده. مقاومت بی جا مانع کسب دزدا میره. منظورم اینه که خطرناک برای شما. ببخشید من یه کار پیش اومده بعد برم. چی شد؟ آقا شربتتون رو نخوردین؟ ول نمیدن. نه واقعا نگفتین از کجا فهمیدین که از من دزدی شده؟ تو به روانشناسی یک مقدار میدونم به خاطر همین. واقعا؟ بله. یعنی شما من چقدر این روزا به مشاوره احتیاج دارم؟ بله اتفاقا اینم یک مریض بدحالیه هی داره تماس میگیره ما برم که دیگه دست شما برسم. درد نکنه. در خدمت شما هستم اگه کار چیزی واسه شما چشم مزاحم میشم. باز خدا نگهدار. خداحافظ شما. خداحافظ. بابا این نمیاد. اون نشسته اونجا جا خوش کرده. نشسته واسه چاپلوسی و سناگویی و پاچکاری. بذار بیاد فقط. بذار بیاد. بذار تو صداش نیستم که این زرد زرد زنگ بزنه. خودو پوری. اونو بیارش اینجا باید از شده تک بزنم حالا خوب شه. قربونت برم میگم من رسیدم تو حیات بیمارستانم. یه دقیقه بیا بیرون. وای پونه از دست. بیا خدا. الو به خاله پونه چاکرین چرا یواش حرف میزنی؟ ای برداری خدا وکیلی دمت گرم. معطلش کن الان خودمو میرسونم. زنده باشی خداحافظ. آها ما رو همین جای پیاده کنین. صبحونه که نداده شما؟ خرید مرید کنم. ها بیادش بزن بقیدش. حالا اینجای هم که نه دیگه. خواه نه دیگه خودت گفتی دیگه پیاده شو دیگه. بیادشو خندیام یه جایی برم. خب بدی هیچ خریدی چیزی بکنم. خواه حواست هست چی دارم میگم پونه؟ میگم 24 ساعته تن و بدنم داره تو خونه میلرزه. تلفن بابام زنگ میخوره من و مامانم سکته رو زدیم. ای بابا چقدر شلوغش میکنی؟ از هفت فرسخه نگاه کنی معلومه شهرام عوض شده. انقدر تو گیر میدی بهش. خیلی عوض شده. خاله قربونش بره. چی تو خاله قربونش بره؟ نه خاله دارم براتون. به من چه خودش اومده؟ آره سلام خاله. سلام علیکم. از این ورا سامپور داشتم. خوب کردی اومدی خاله. پس بشی من برم آبیوه بگیرم آمپولتم هماهنگ کنم برگردم. پولمولاری؟ بشین بچه. باعث من میرم. بشین. بشینین. حرف بزن دیگه. حرف بزن. خاله قربون. سر تو چی محبت ماجال سرم را بشکم. تو اصلا این آدم رو کجا دیدی؟ چه جوری دیدی؟ کی دیدی؟ ها؟ آقا یه جوری اوتو کن این خط اوتوش هندونه را قاچ کنه. چیکار داری؟ مهم اینه که دیدمش دیگه.
خب چرا به من نمیگی کجا دیدی؟ یک رازیه. نه نه نه، من که نمیخوام فضولی کنم، من برای خودت دارم میگم، یعنی به نفعته که بدونی که این تو فک فامیلاش خواهرزاده برادرزاده قلچماغی چیزی داره که همه محل ازش بترسن. تو چرا همش گیر میدی به این آجام های قلچماغ برادرزاده خواهرزادهیه؟ هیچی، همینجوری، یعنی میگم تحقیق کنی هفت پشتش. اصلا برادرزاده خواهرزاده نداره آقا، پسر دایی پسرمو هیچی نداره که قلچماغ باشه. نمیدونم چیزی میخوای بخوری به من بزن. این دستتو بیار بالا، این یکیو بیشم. یه سوال ازت کنم مردونه جواب میدی؟ هنوز هم عاشقشی؟ پیرن داموده بیا. سلام. سلام، احوال شما؟ خوبین پونه خانم؟ چه خبر؟ شما کجا؟ اینجا کجا؟ من کجا؟ اینجا من... کجا؟ شما کجا؟ اینجا کجا؟ من؟ اصلا شما رو دیدم هول شدم. منو؟ بله. ببخشید من باید این تلفن رو جواب بدم، شرمنده. بله خوش. الو جانم، چی شد؟ چی میگی؟ چی میگی؟ هرچی سنگ از در و دیوار میریزه جلو پام، چیکار کنم؟ آقاتم که یری. آقام چی؟ بابام چی؟ بابا بنده خدا حق داره، اونم خب دخترش اختیارشو داره، منتها دست و بال منو بسته، یه شرایطی واسه من گذاشته که پدر منو در آورده. سلام. سلام. درش بدبخت شدی. سلام. حال شما؟ سلام. بدبخت شدی. الان هم نگارو دیدین؟ چی شده؟ چی شده؟ چرا فلج شدی؟ حرفتو بزن. قربان. قربان چی؟ یعنی که ماشال. ماشال چی؟ ماشال، ماشال چی؟ ماشال داره میره خواستگاری دختر مهندس. دختر مهندس کیه؟ اون به من ربطی نداره. آچی، ببین صبر اومده. نباید بری. بابا خانه گرد و خاک، چه ربطی داره به عروسی ما؟ آقا خونه گرد و خاک، اینجا که گرد و خاک نیست. ها؟ آچی، میگم صبرم شگون نداره. ببین جان، عزیز جان رو همیشه میگفت در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیه. از دو حالت خواهی خارج نیه که یا ما به دختره میگم دختره گریه منه میره که نشان میده که یک ناز زنانه ایه، یعنی ما رو دوست داره، یا اینکه چی بهش میگم میگه ما الان آمادگیشو ندارم، که این یعنی که اتفاقا آمادگیشو داره، ما رو هم دوست داره. آقا یه حالت سوم دیگه هم داره، میگه قلچما میاد توی ساختمون نیم کاره همچنین میزنه کجاست، باره چر میخوره عاشق میزنه. من نمیدونم تو چرا همش یک وحشی داری. نرو ماشال، نرو شهران فریدو از چشم من میبینم. من با سلام کنم. سلام. 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 شما ببرینش تو حساب، منم میام. چه با لباس پلوخوری اومدی واسه تمرین؟ اینجوری اومدی؟ نه لباس پلوخوری نیه، لباس شیرین خوریه، یعنی برای امر خیره. ای به سلامتی، چقدر خوب. کی هست حالا؟ من میشناسمش. اینجا میاد. عشاق حرف دل همو بدون صدا میشنود. منظورتون رو متوجه نمیشم. با من ازدواج کنه. بابا جان چی شده؟ بابا جان آقا یه لحظه برو دنبال سرش پاشو بابا یه لحظه سرکو توزه بدن یه دقیقه یه دقیقه اجازه بدن چی ده جانه؟ آقا چطه؟ من میدونم بابا جان سخت الان جایزه تهیه کردن سخته، ما منتظر میشم فوقش. برو دنبال کارت بابا. سخته اینم گله. چه به در بدن؟ ببنی در آقا بیا بابا هستم بابا بیرستم. همین آفتا شایسته یه بکیده کی هستی؟ چهار تا قطر اسب دورم جمع که این بکیده خبریه؟ خب خدا یکی مثل تو را آفرده، یکی مثل ما رو. باشه
بگیرم لحظ میکنم توازی به تو بابا یه دفتری سهنه بود اول خوب بذاری توازی به تو بگو دیگه این برای پدرده شان چند باش شهرام فریدون ماشین چه اینجا ول کردم به امون خدا اینه معلومه کجا رفتم بیا همینو کم داشتیم بدبخ شدیم رفت بابا چند دقیقه این ویژن زودتر زنگ میزد همه چی ردیف بود من نمیدونم این همه چیزش دوره کنده اصلا برای اینکه تو سر ما آورده دیگه بابا من چی کار کنم خب بابا اینا رو نمیتونم من افسارشون رو بگیرم دستم ویژن نمیتونی برای چی اصلا گفتی بیان اینجا بیا ویژن برش ویژن بیا ویژن 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 کجا رفته این بفرما اینم یکی دیگه از دست گلات من آقا منو بدبخت کردی بی آبروم کردی اینجا تموم شد من تو لیستم به خدا باید اسم این قربانا رو پررنگ‌تر از همه بنویسم خسته شما بشینی میخورد کجا پاشو نشستی خسته شدی بشینی چیکار کنی آقا یارو معلوم نیست کجا رفته بابا اینجا دست من امانته اینجا دست من سپرده است من اینجا کار میکنم آبرو دارم اینجا بریم بابا بیا بریم پیشا قربان کجاست؟ بسیار کار میاد دستت رو خوشون آیدشون مانه مکتو همین تو بیابون صحابه دیگه از این نفع گینا کشن خودشون رو کفتن بهشون نمیدن نها کن آبشون هنوی آب داره نداره چه اینجوری میکنی؟ چطوری؟ قربان چطوری؟ یه جا برو پیش مهندس نذاشید بس ما ماشینه ول کردی به امون خدا چی شده؟ چی شده؟ آقا اول بگو چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ بعد الکی قور بزن وقتی جل بلستین رو ریختم بیرون موقع میفهمین چی شده والا تا قبل اینکه بندازی بیرون بیژن کجاست؟ بیژن؟ بله شما نبود؟ نه نبو نه فقط به ما زنگ زد گوش که این پسر ماشال اینجا داره گند میزنه به همه چی خودتون برسونیم ما خودمون رسونیم من نمیدونم که دام با مهندسم رفتیم تو اتاق دون جام نبود مهندسم بوده تو اتاق من؟ ملکشه مالشه باید تو ایزه بگیره بدبخت شدیم رفت الان زنگ میزنه به دکتر عجله دکتر چطه بابا کدوم دکتر؟ همون دکتر کدوم دکتر خب؟ همون دکتر بابا من بدونم کدوم دکتر خب بابا اصلا دکتر میگه کدوم دکتر آقا بریم بیژن کجاست؟ چی شد؟ پیدا نکردی؟ نیست داداش هر جا رو بگی رفتم زنگ میزنم آزاد میخوره بر نمیداره میگم یه وقت دره دوزی نکنه بابا چه دره دوزی؟ بابا کجا برداره ببره آخه اینجا که پیش ماست همش بستی بهش بدبخت چرا بره؟ بابا آبرو داریم جونتون ما آبرو نداریم فقط تو داری الان داره آزاد میخوره صدا زنگشه بابا شو نه 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 اینجا برو اینجاست؟ یا امام هشتم چی شد؟ چی شده؟ یا امام هشتم یا امام هشتم بری بودو بیژن داداش بیژن فری جونه من یه کاریش بکن بیژن چی شده؟ قربان مهندس تو مهندس اومد توی گفتی رفته بیرون قربان کجایی؟ بذارم برمیگردم دیگه الان میگه خب چیکار میکردم یادم نه اصلا نبینت اینجا خب چیکار اینجا من نمیدونم فقط برو از اینجا کجا من نمیدونم اینو چیکار کنی؟ بیا قربان بیژن بلند شو بیژن بلند شو باید بریم بلند شو باید بریم آمدن ببرم منو به به آقا فریدون رونمایی باید بریم شما ببینیم پیدات نیست دکتر همین دور برا ها
اونجا چه خبره؟ چی بود؟ کجا؟ یه صدایی اومد، چی بود الان؟ آه اونجا یه دونه موش یه دفعه اومد، یه دفعه جهید زیر پای گربه. اینجا موش نبود؟ نه اونجا بود، نه موش نبود. یه دونه از این اسبا لج کرده، شیر نمیخور. اسبا ول کن. چی بود؟ بابات خبر داره با کی رفت آمد داری؟ آمد بله. شد داری؟ بله بله. کاملا؟ کاملا. حواست به اطراف هست؟ بله. منو ببین. جان. حواست ده؟ بله حواستم که هست. چطور چی شده؟ بشی. بودو ببینم. نفس و جان منی، نیمه پنهان منی، در دلم آرام ندارم. من زخم نمکگیر تو هم، ابرم و دلگیر تو هم، در خودم آرام ببارم. عشق تو دارم در دل و جانم، دلگیر شدی زود بگو تا خودم را برسم. بگو تا خودم را برسان.